اوکی okay. پرسش بعدی What does this sign mean؟ اوکی okay. این همون پرسش پیشین اونجا توضیح شده بود آه... ب... رو گذاشته بود حالا برعکس تابلو رو گذاشته توضیح شد میخواد همینجوری اینجوریه که پرس... کتاب رو کردن انقدر کتاب اوکی <laughs> okay. What does this sign mean؟ این به چه معنیه؟ آه... همین الان کار کردیم یه مسیر دو طرفه است که میخوره به هم یعنی در واقع دو تا جاده دو تا لاین از هم جدا شدن رفت و برگشت بعد میخورن و هم یکی میشن میگه end of dual carriageway دقیقا همینه end of dual carriageway مسیر پایان مسیر دو طرفه چیز چال بریج چال بریج یه دونه پل خیلی بلند پل این شکلی تا حالا دیده بودین الان ببینید یکی road narrows جاده باریک می شود end of narrow پایان پل باریک این end of uh, dual carriage خب بعدی میگه که what does this sign mean این تابلو به چه معنی است <تص> کراس وینز بادهایی که از سمت از بغل میاد کراس یعنی میاد از جاده در واقع جاده این شکلی این اینجوریه واسه همین کراس میشه اینجوری یعنی از بغل آها کراس جاد... با بادهای بغل از, ب... از کنار رود نویز سر جاده ایرپورت فرودگاه ادورس کمبر ادورس کمبر چیزه اونجایی که توی پیچ یه سمت جاده بلندتر باشه اون میشه ادورس کمبر اوکی که هیچ خب هیچ کدوم از اینا نیست این تابلو به معنی تا باده اوکی یعنی باد شدید داره میاد ها ممکنه این رو اینجوری بهتون بده یا بگه مثلا توی همچین شرایطی یا همچین تابلوی رو شما میبینید موقع سبقت گرفتن از چه وسیله نقلی باید حواستون باشه که بعد بگید موتور و دو چرخ سوار و اینها که ممکنه باد بزنه بیان اون جلو خلاصه اینم با این تابلو این تا رو کراس و اینا رو حواسمون بهش باشه تو ذهنمون بسپاریم مورد بعدی 43 what does this traffic sign mean این به چه معنیه slippery road ahead جاده لغزنده در پیش رو داریم تایرز liable تو تایرها ممکنه که جلوتر پنچر بشن چه رفتی داره نه تایر توش نشون داده نه هیچی نمیدونم چرا این کجا به زن طرف اومده ها ممکنه پنچر بشن خیل این یکی گفته دینجر اهد خطر پیش روه و سرویس ایری اهد محلی که استراحت میکنن و ماشین ها استراحتگاهشون هست و کامیون ها میزنن کنار رو نمیدونم سرویس ایریا بهش سر میگیم دیگه آره به اون میگی تو اون این تابلو مال اونه نه این علامت خطر دیگه مثلا این وقتی اتفاقی چیزی میفتم همیشه اینو پشت ماشین میذاریم این علامت خطر دنجر اهد اوکی خطر پیش رومون هستش اوکی پرسش بعدی 44 what does this sign mean این به چه معنیه این وقتی میبینیمش باید بر... چی رو بزنیم level crossing with gate and barrier میگه که level کراسینگ یعنی چی یعنی تقاطع جاده با ریل با خط آهن میگیم level crossing حالا میگه این یه level کراسینگ هستش با گیت و بریر یعنی با دسته هایی که میان جاده رو میبندن اوکی این اون هستش این یکی میگه Gate Road Ahead Gated Road Ahead جاده هایی که چیز دارن حسار دارن دورشون گیت <تصفح> دارن مثلا یا مثلا ورودی و اینا دارن نه این گیت چیز نیست مثل مثلا از این گیت ها که باز میشن جلو در آین ها از اون موارد نیست اینو قطع نکنیم شبیهشه ولی منظور اون نیست اوکی okay. Level crossing without gate and barriers لول کراسینگ یعنی تقاطع جاده و ریل هست ولی بدون چیز هست بدون این برویه این موانع هستش که نه این بر... کشیده پس هست کتل گرید هد کتل گرید یه جور پل هستش که uh, بریده بریده هستش در واقع یک دست پیوسته نیست فاصله بینش هست و آدم ماشین اینها میتونن از روش از روش رد شن چون ما میتونیم پا بذاریم ولی حیوانات نمیتونن پاشمون وسط گیر میکنن رد نمیتونن بشن اینو بهش میگیم کتل گرید اجازه بدین تصویرشو براتون بیارم اوکی این کتل گرید هستش اوکی مثلا سر یه کانالی چیزی کتل گرید زده میشه خب دام نمیتونن ازش رد شه ولی انسان و ماشین ها به راحتی رد میشن کتل گرید این هستش این هستش معمولا مثلا جایی که میخوان دام یه وقت رد نشه دور مزاره این این اتفاق براشون میفته و کله میرن داخلش و <laughs> ولی انسان میتونه از روش رد خب اینو بهش میگیم کتل حالا این میگه که این تابلو به معنی اینه که مثلا جلوتر میرسیم به کتل گریت. نه این قضیه نیستش پس این چیه level crossing with گیتس گیتس اور بریر هستش اوکی اینم از مورد مورد بعدی What does this sign mean؟ این یه مورد چی؟ چه معنی میده؟ این ترمه دیدید که گفتیم پیش از این رسیدیم بهش گفتیم اینو که روش داشته باشه اتوبوس نیست پس گذینه هایی بود اتوبوس اگر توش اومد اونا رو نمیزنیم پس میگه حالا به چه معنی هستش No trams ahead اگر نو no باشه یعنی باید روش خط کشیده باشه اما Uh, میگه که مثلا پیش رو ترام uh, نیست یا اجازه ندارن برن نه همچی چیزی نیست oncoming trams ترام no, uh, tram ها در حال آمدنن نه trams crossing ahead ترام ها در حال عبور و مرورن جلوتر جلوتن رد میشن trams only تنها uh, اینها میتونن باشن بقیه مثلا نواید باشن اینم نیست این به معنی ترامز کراسینگ اهد هستش یعنی اگه مثلا این تو جا, تو این تابلو شما دو چرخه ببینید یعنی جلوتر میرسید به دو چرخه یعنی مسیر دو چرخه اون جلوتر هست اگر توش مثلا دو تا بچه رو ببینیم یعنی اونجا محل عبور بچه هست جلوتر به بچه ها میرسید وقتی ترام هست یعنی جلوتر ترام اهد جلومون ما میرسیم به ترام اوکی پس داره از آن چیز که توی جلوتر توی جاده هستش ما رو آگاه میکنه اوکی مورد بعدی What does this sign mean؟ این تابلو به چه معنی هستش؟ Adverse کمبر uh, تابلو چیز پیچ ولی پیچ که همراه با شیبه یعنی یه سمت جاده مدار لول نباشه اونه Steep hill downwards چیز uh, شیب uh, ولی پایین downwards به سمت پایین uh, Steep هیل hill upwards میگه همونه یه شیب ولی رو به بالا این یکی میگه آن ایون رود جاده آن یعنی چیز نیست برابر نیست یعنی مثلا بالا پایینی داره اوکی اما این داونوردز هستش حالا ما کجا بدونیم این دونه یا آپه از کجا بدونیم وقتی ده رو به پایین داره میاد یعنی این رو ببینید این ده شکل ده رو ما سمت پایین در نظر میگیم داره پایین رو به پایین نوشته میشه درسته پس اینو میگیم داون اگر برعکس بود ده رو مثلا رو به بالا نوشته بود یعنی شیب رو از اینجا به این سمت میکشید اون وقت ده رو جوری وقتی که مینوشت ده رو به بالا داشت میرفت درسته اون میشد آپوردز اوکی پس Steep hill downwards. اینو علامت میزنم مورد 47 مورد 47 هم What does this sign mean? اینو توی یکی دیگه از بخش هم داشتیم هم خب حالا دوباره بهش میپردازیم این به چه معنیه؟ آن ایون road surface جاده سطحش نابرابر Bridge over the road پل هست رو سر جاده یعنی بالا سر جاده همون یه دونه پل رد میشه نه Road ahead ends جلوتر جلوتر این جاده مثلا پایان پیدا میکنه با مثل مثلا نه water across the road uh, آب از روی سطح میتونه رد بشه اوکی به این این مورد آب هستش این علامت علامت آب هستش من آب از روی جاده رد میشه یا در بعضی از مواقع مثلا در حالت بارندگی اینها میتونه آب رو جاده بیاد این رو جاهایی که میزنه مثلا روستایش جاده روستای اینها اینو وقتی میزنه معنیش این هستش که آب ممکنه بیاد و بعد ممکنه اون رو این تابلو رو به شما بده بگه وقتی اینو میبینید باید چیکار کنید پاسخش میشه چی ترمزامون رو چک میکنیم اوکی اولین کاری که بعد از این الان انجام میدیم ترمزامون رو چک میکنیم چون از توی آب رد شدیم اوکی این هم معنیش و بعد اینکه توی پرسش دیگه میاد به چه شک میاد حالا what does this sign mean این تابلو به چه معنیه turn left for parking area میگه که به سمت چپ بپیچید که برید برای مثلا پارکینگ نه no through road on the left جاده سمت جاده سمت چپ no through هستش چی uh, است. میگه نو no انتری for ترافیک ترنینگ لفت میگه که ورود ممنوع نو no انتری ورود ممنوع ورود ممنوع برای برای ماشینه که میخوام بپیچن سمت چپ میخوام بپیچن ورود ممنوع اصلا تابلوش فرق داره این هم از این ترنینگ لفت و این یکی ترن لفت فور فری ترمینال بپیچه سمت چپ که برید به سمت فری ترمینال ترمینال قایقا و کشتی ها مثلا اسکله وقتی میریم رو اسکله مثلا اینو فکر کردم مثلا اینجا آبه <تصفح> این هم است، <اسکل> <تصفح> او این هم این موضوع نیستش بس that's اوکی، جاده سمت چپمون چی بود؟ جاده سمت چپمون بومبسته دیگه این علامت بومبسته نو no free road on the left <تصفح> پس نو no entry ورود ممنوع نو no free road یعنی بومبست بعدی رو بریم 49 What does this sign mean؟ این به چه معنیه؟ T junction uh, تو. Uh, در سراحی هستش No through road یعنی yani همون چیز No through road هم یعنی بمب است یعنی yani جاده پایان خوشی نداره یعنی جاده مسیر نداره بمب است اینه که میگه تلفن باکس اهند جلوتر تلفن باکس یا همون کیوز که تلفن رو داریم تویلت و تویلت جلوتر دستشویی و اینا هست نه این داستان نیست این جانکشن نیست گفتیم نو no میشه بومبست نو اینتری میشه ورود ممنون اوکی okay. این هم از این پرسش اما پرسش پنجاهم میگه که which is the sign for a ring road کدوم یکی نشانه در تابلوی چیز هستش تابلوی um, کمربندی هستش این مینی راند این اینم راند اباوت خلاصه کدومی که اینه اینو بس بزنیم اوکی رینگ رود او... کمربندی با یه دونه آر نمایش داده میشه این علامت رو بزن بسپاریم وقتی که صحبت هستیم میشه رینگ رود اوکی پرسش بعدی